پس با اجازه رفقا جلسه رو شروع می کنیم. خیلی ممنون از کامبیز عزیز که با همه مشکلاتی که داره این بخش سوم از مارکس و دولت مدرن، نقد فلسفه حق هیگل رو امشب مطرح میکنه. من فکر کنم تداوم این بحث ها خیلی کمک میکنه، چون وقتی فاصله میندازیم بعضی ها به راحتی دنبال نمیکنن. در هر صورت خیلی خوشحالیم که شما با ما هستی کامبیز عزیز. میک با شماست و بفرمایید. خیلی ممنون و خیلی ممنون از رفقا که این فرصت رو دوباره به من دادن که این بحث رو ادامه بدم، چون من یه مدتی خیلی مریض بودم، جراحی خیلی وحشتناکی داشتم و نتونستم، در نتیجه یه خورده قطع و وصل شده. اینه که میبخشید و من سعی میکنم موضوعات رو به هم مربوط بکنم. همونجور که خاطرتون هست، از همون اول که این بحث ها رو شروع کردیم، نکته مهمی که ما تو نظر داشتیم این بود که چرا مارکس از هگل شروع میکنه، هم توصیف نظریه هگل و هم نقد فلسفه حق هگل، یعنی نقد فلسفه هگل به خصوص نقد فلسفه حق. چرا فلسفه حق رو؟ و همونجور که اونجا هم متذکر شدیم، مسئله اینه که وقتی مارکس به فلسفه هگل انتقاد میکنه، در واقع انتقادش متوجه جامعه سرمایه‌داری مدرن. به نظر مارکس هگل شفافترین و بیرودرواسی ترین پریزنتیشن سرمایه‌داری رو به ما ارائه می و در نتیجه اگر شما فلسفه هگل به خصوص فلسفه حق که دولت و حقوق و نهادهای سرمایه‌داری و دیسکورس های متناظر با این نهادها رو بحث میکنه، اگر شما اینا رو خوب توضیح بدین، روشن بکنین، در واقع دارید سرمایه داری رو چه در وجه نهادینه شدهش و چه در وجه دیسکورسیوش، یعنی چه از نظر تئوریک چه از نظر پراتیک توضیح دادید. خب این از نظر این که چرا هگل رو انتخاب کرده بود و این که چرا فلسفه حق رو انتخاب کرده. همجور که گفتیم این یکی از دقیق ترین توصیف های دولت و حقوق و مقولات و نهادهای مربوط به اونا توی جامعه مدرن سرمایه داری. در جایی ما بخوایم اونا رو اول خوب بشناسیم که بعد بتونیم بهش نقد کنیم، بازم هگل یکی از بهترین ریسورس های ماست، یکی از بهترین منابع ما. بعد میرسیم به نقدش، یعنی وقتی شما هگل رو نقد میکنین، در واقع دارین توجیه این نهادها رو هم مورد انتقاد قرار میدین. توجیه به معنای عقلایی جلوه دادن نهادهای سیاسی و حقوقی. یعنی که هگل همونجور که گفتم خیلی بیرودرواسی دفاع میکنه از دولت سرمایه، از حقوق سرمایه، از مناسبات یعنی از رابطه بین دولت و جامعه مدنی توی سرمایه، همه اینا رو به نقد میکنه. برای همین اگه شما خود اون نقد رو به نقد بکشین، در واقع رازآلودگی و توجیه تئوریک این مؤسسات و نهادها و دیسکورس ها رو هم ازش گرفت. یعنی مثلا هگل دولت رو مظهر قدرت نمایی و اتوریته اخلاق میدونه، در به نظرش بهترین شکل بروز اخلاقی
به وجود اومدن نهادهای بورژوایی، اخلاق اجتماعی بورژوایی. و وقتی هم میگه اخلاق اجتماعی، منظورش تمام نهادهایی هستند که توی سرمایه‌داری تحقق پیدا میکنه. نهادهایی مثل پارلمان، مثل دادگاه، مثل ارتش، مثل بوروکراسی، مثل مالکیت خصوصی، مجلس، پارلمان، همه این چیز. خب پس این تا حدودی به ما نشون میده که چرا مارکس اومده از میون این متفکرها به هگل پرداخته. اول در واقع پروژه مبارزاتی و تحقیقاتی خودشو از اینجا پایه‌گذاری میکنه در نقد به هگل. حالا اینی که چجوری این کار رو انجام میدن بحث جالبیه و خوبه بهش توجه. ببینید، هگل معتقده که در واقع تاریخ و به خصوص تاریخ مدرنیتی یه غایتی داره، به یه طرف میره، به یه هدفی معطوفه. و اون غایت چیه؟ اون غایت آزادیه. یعنی مدرنیته انسان رو میبره به طرف آزادی. حالا میپرسه که خب این آزادی یعنی چی؟ یعنی چی که انسان از طریق سرمایه‌داری به آزادی میرسه و مسیرش هم همین مسیریه که سرمایه‌داری پیش پای ما گذاشت. شروع میکنه از در واقع نقد متفکرینی که مسئله آزادی رو اومدن مطرح کردن. میگه در وهله اول، البته میگه نقد متفکرین در واقع نقد خود آدم های معمولی هم هست، چون هر آدم معمولی هم از همین جاها شروع میکنه که اولین متفکری شروع کرد. مثلا متفکرین حقوق طبیعی، آبس، فلان، اینا میگن چی؟ میگن آزادی، به خصوص لاک، میگن آزادی یعنی چی؟ آزادی یعنی حق طبیعی، حق مجرد، حق انتظار. حق مجرد یعنی چی؟ یعنی اینی که هر آدمی به صرف اینی که آدمه آزاده و باید بتونه دارای اهلیت شمرده بشه. اهلیت یعنی برای کاراش احتیاج به قیم نداشته باشه. یعنی شما تا وقتی بچه این، وقتی یه کاری میکنین به نام خانواده و قبیله و قوم و این چیزاتون، شما نمیتونین بگین که من این قالی رو بردم بفروشم. میگن این قالی از کجا آوردی؟ مال خونته. اگه مال خونته باید از قیم اجازه گرفته باشی، تو که نمیتونی بیای قالی خونه رو بفروشی. همینطور هم چیزای دیگه، ماشینتون، لباستون، کفشتون، هر چیزی رو بخواین ببرین شما مالک شمرده نمیشین. شما اهلیت ندارین. اهلیت یعنی توانایی مالک یک چیزی بودن. وقتی میگیم مالکی چیز یعنی چی؟ یعنی همون که گفتیم حق مجرد. یعنی یه آدمی اجازه داره هر کاری که دلش میخواد با اشیایی که تحت تملکش هستن انجام بده. آنه نداره. اگر اونا شی باشه، پس شما هم به عنوان یه فردی که اهلیت داره یه همچین حقوقی براتون جایز شمرده شده و خلافش نه. ولی اگر یه
عضوی از خانواده هستین، عضوی از یک قبیله و قوم هستین، شما اهلیت ندارین، حقوق ندارین، شما امتیاز دارین. یعنی چی؟ یعنی اینی که بچه از امتیاز برخورداری از حمایت پدر و مادرش برخوردار، ولی پدر و مادر از این امتیاز برخوردار نیستن. اونا امتیاز اطاعت رو دارن، یعنی بچه هاشون باید از اینا اطاعت کنن. در این حال اونا باید از بچه ها نگهداری کنن. به همین ترتیب رابطه زن و شوهر فقط این نیست که اینا حق برخورداری از عشق همدیگر رو دارن، اینها یه سری تعهدات نسبت به هم پیدا میکنن و یه سری وظایف که اونا هم از قبل تعیین شد. پس خانواده یه نهاد اجتماعی، منتها نهادی که به اعضای خودش چیز نمیده، اهلیت حقوقی نمیده. وقتی بحث اهلیت حقوقی پیش میاد، ما مجبوریم پوسته خانواده رو بشکافیم، یعنی اعضا از خانواده بیرون میزنن و وارد عرصه اقتصادی و رقابت آزاد و اگویزم و اینا میشن. توی عرصه بازار که هگل بهش میگه جامعه مدنی، توی عرصه آزاد دیگه اعضا مواظب هم دیگه نیستن، از هم دیگه نگهداری نمی کنن، بلکه اعضا در رقابت با هم دیگه و به دنبال منافع خصوصی خودشون هستن. هر کسی سعی میکنه حد اکثر نفع رو ببره و حد اقل ضرر رو بکنه. در نتیجه توی اونجا اصلا به فکر این نیست که این بغل دستی من ضرر کرد، سود کرد، افتاد زمین، پامو گذاشتم رو سرش، مهم نیست. مهم اینه که شما منافع خودتون رو تا جایی که ممکنه جلو ببرید و اجازه بدید که اونم همین کارو بکنه. چطوری؟ از طریق رقابت. با این رقابته که جامعه مدنی روی پای خودش وای میسته و به این دلیله که همونجور که اسمیدم میگه، توی رقابت با هم دیگه همه رشد میکنن، یعنی ظاهرا نتیجه برعکسه، یعنی همه آدما به دلیل تقسیم کار دارن دنبال منافع خودشون میگن. همه افرادی که تولید میکنن چیزی رو تولید میکنن که به تصور اونا بیشترین سود رو براشون به بار میاد. منتها نتیجه این امر اینه که کلیت اجتماع از این قضیه سود میبره. یعنی همونجور که اسمیت میگه، به خاطر خیرخواهی نونوا نیست که ما شکممون سیر میشه یا نگرانی کفاش نیست که نکنه ما پاهمون خیس شه، کفش درست میکنه یا لباس میدوزه. هر کدوم از اینا دنبال منافع خودشونن. لباس و کفش و غذا و تزیینات و غیره وسائلی هن که اونا بتونن به هدف خودخواهانه خودشون برسن. منتها نتیجهش این میشه که کلیت اجتماع از تمام این چیزا برخورداره، تمام این مواهب برخورداره. در نتیجه شما میبینید که کلیت اجتماع داره سود میبره از کاری که مبانیش مبانی خودخواهانه است. یعنی شرط امکان تحقق و سیرابی اجتماعی، یعنی شرط امکان تحقق
نیازهای اجتماع اینه که هیچ کس به نیازهای اجتماع فکر نکنه، هر کسی فقط دنبال ارضای نیازهای فردی خودش در تقابل با همه افراد دیگه باشه. این قانونمندی بازاره، یعنی قانون بی قانونی، اجتماعیتی که غیر اجتماعی به قول کانت، به نظر من ضد اجتماعی. یعنی یه جامعه ای ما درش داریم زندگی میکنیم که شرط اینه که این جامعه جامعه بمونه ضد اجتماع بودن و از بین بردن قانونمندی های حیات جمعی. و این قضیه ای که از نظر همه متفکرهای بورژوا، لاک و هابس و کانت و هگل و همه مورد تایید قرار گرفت. پس جامعه مدنی جامعه‌ای که در اون هر کس دنبال ارضای منافع خصوصی خودشه، منتها با دنبال کردن منافع خصوصی خودش به زعم متفکرهای بورژوا، با دنبال کردن منافع خصوصی خودش در واقع منافع جمع رو دنبال میکنه. پس از نظر هگل خود وجود جامعه مدنی، جامعه بورژوایی و این عرصه اقتصادی که دیگه مثل خانواده نیست که اعضایش همدیگه رو بپان بسته، بلکه یه جامعه ای که در اون تک تک افراد دشمن رو هستن، خود محورن و سعی میکنن عناصر دیگر رو از میدون به در کنن. و این قضیه به جای که اجتماعیت رو از بین ببره، یه نوع اجتماعیتی به وجود میاره، اجتماعیتی که مبتنی بر دشمن خویی و خودمحوری و ایگویزم. خب پس این عرصه اقتصادی، این جامعه مدنی که از دل خانواده اومد بیرون، در واقع خانواده رو پس زد، پوستش و شکاف، اینی که آدم برای دیگران نگران حال دیگران باشه، پروای وجود دیگران رو داشته باشه رو گذاشت کنار و از متن اون امکان تولد جامعه مدنی و فرد خودمحور رو فراهم. البته در خود جامعه مدنی هم به نظر هگل نطفه های دگرخواهی و پروای دیگر رو داشتن یه ذره وجود داره. یعنی خود هگل هم معتقده که توی جامعه مدنی که نگاه میکنیم میبینیم که خب اینی که آدما یه کالایی تولید میکنن که باید به یکی دیگه بفروشن، خود این یعنی اینی که اونا حواسشون به دیگری هست، وگرنه یه چیز تولید میکنن اصلا فروش نمیرن، یا چقدر تولید کنن، چجوری بکنن، یه مقداری هست، خیلی کم هست، ولی بقیه جهان نه. بقیه جهان میره به یه نهادهایی که نهادهایی هستن که میونجیگری میکنن بین دولت و جامعه مدنی. وقتی هگل میگه دولت، منظورش کشوره، منظورش اخلاق اجتماعی، اثیکس. یعنی هگل بین مورالیتی و اثیکس تفاوت میذاره. اثیکس یعنی مورالیتی فرد، اخلاق فرد، ببخشید، مورالیتی یعنی اخلاق فرد، اثیکس یعنی اخلاق جمعی، یعنی آداب و رسوم و سنن و مناسک و اینا. اخلاق فردی چیه؟ میگه وقتی ما از حقوق مجرد صحبت میکردیم منظورمون چی بود؟ منظورمون
اون نوع از اهلیت بود که ضامن اجرا داره، یعنی سانکشن داشت، ضامن اجرا. یعنی اگر من اومدم و کفش رو از خونه شما برداشتم بردم، این مبتنی بر این نیست که من احتیاج دارم، بلکه مبتنی بر اینه که این قضیه از نظر حقوقی جایز نیست. در نتیجه من یه آدمی شمرده نمیشم که اهلیت دارم برای این کار. بلکه باید بیام و نشون بدم و ثابت کنم که این کاری که من کردم از نظر قانونی معتبره. اگر نتونستم ثابت بکنم، شما منو میگیری میبری زندان، یا میگه آقا اینقدر باید تو جریمه بدی. یعنی چی؟ یعنی اینی که یه چیزی وجود داره، سانکشنی وجود داره، یعنی ضمانت اجرایی وجود داره که پشت اعمال ما وایساده و به ما اهلیت میده یا اهلیت رو از ما میگیره. یعنی اگه من اومدم و گفتم که بفرما این کت شلوار رو ببر، شما گرفتی و بردی، و فردا بابای من اومد گفتش که بابا این کت شلوار که مال تو نبود که، باید به تو میفروخت، پولش رو میگیره. و اگه تونست این رو ثابت بکنه، میان کت شلوار از تو پس میگیرن، هم تو رو جریمه میکنن، هم اون کسی که کت شلوار رو به تو داده ولی نفروخته. بنابراین مسئله خرید و فروش یه مسئله ایه که احتیاج به ضمانت اجرای حقوقی داره. یعنی باید یه پلیسی، ارتشی، ژاندارم، یه چیزی باشه که بیاد و از شما پول اینو بگیره یا یه کالایی به ازاش بگیره. نمیشه که به شما بگه که خیلی خوب، چون شما احتیاج به این کفش و کلا داری، ببر بپوشش. این کار انجام شدنی نیست. در حالی که توی یه نهادی مثل خانواده این کار ممکن بود، اگر پدرت، مادرت، برادر خواهرت بهت میگفتن این کار رو بکن. همینطور این کار ممکن بود توی جامعه مقابل سرمایه داری. خیلی از مواهب بدون اینی که از کانال مبادله و این قبیل مسخرید و فروش و این قبیل مسائل بگذره، امکان داشت که چیز بشن به عنوان وجه المصالحه و وجه المعامله مورد استفاده قرار بگیره و اشکالی هم نداشت. خب پس حالا ما از این بحث با اینجاش این نتیجه رو میگیریم، ما یه سری نهادهای ما قبل سرمایه داری داریم، یه سری مؤسساتی داریم مثل خانواده که مال دوران گذارن و اعضا دارن که هنوز فرد دارای اهلیت حقوقی نیستن و آدما اونجا تحت ولایت کسی دیگه کار میکنن، یعنی نه عقلشون اجازه داره که در تصحیح بکنه، صحت و سقم ادعاهاشون رو تایید کنه یا تکذیب کنه، نه اینی که ارادهشون اجازه داره که تصمیم گیری کنه برش. همچین اجازه هم تصمیمات باید طوری باشه که از نظر حقوقی تایید بشن. منظورم توی جامعه سرمایه داری، توی جامعه ما قبل سرمایه داری همچین چیزی وجود نداره، تو خانواده هم وجود نداره. پس برای این که تصمیمات آدما توی جوامع ما قبل سرمایه داری مورد تایید قرار بگیره، باید توی شبکه انتظارات، موازین و امتیازات جامعه فئودال یا شیوه تولاسیایی یا جامعه ما قبل سرمایه داری، هرچی بردهداریه، هرچی که اسمشو بذاریم، باید بتونه توی اون شبکه جا داشته باشه.
یعنی شما میتونی یه برده رو هر جوری که دلت بخواد مورد استفاده قرار بدی، نه فقط خودشو، همسرشو، بچه هاشو، اشیایی که مال اون هستن، همه چی. به همین ترتیب تا حدود زیادی به همین ترتیب وضعیت دهقان با مالک یا رعیت با مالک، یعنی اونها هم دارای حقوق نیستن. یعنی اینجوری نیست که بگی که خب رعیت هم یه آدمه، فئودال هم یه آدمه، یا مالک هم یه آدم. نه اینجوری نیست، اصلا یه آدمه معنی نداره. آدم جورای مختلفه، برخلاف دنیای سرمایه داری. در دنیای ما قبل سرمایه داری ما یه آدم نداریم. چی داریم؟ رنگای گوناگونی از اشخاص داریم. یعنی اونجا دهقان داریم، چوپان داریم، کشیش داریم، فئودال داریم، نمیدونم تاجر داریم، که اینا هر کدوم یه چیزی هم. همونطور که مثلا درخت و حیوان و ماهی و نمیدونم فلان، هر کدوم یه چیز. بنابراین نباید اینا رو همه رو یه نوع، یه گونه بدونی، بلکه اینا چیزهای مختلفی هست. ولی وقتی میرسیم به سرمایه داری، ما وارد یه دنیای میشیم که توی این دنیا از نظر فرمال خیلی برابری هست. یعنی چی برابری هست؟ یعنی اینی که شما وقتی وارد دنیای سرمایه داری، دنیای مدرن میشین، اول از همه یه جامعه ای داریم که جامعه اتمیز است. یعنی چی؟ یعنی همه انواع مختلف هستی به اشخاص تبدیل میشه، شخص دارای حقوق. و همونطور که گفتیم شخص دارای حقوق یعنی کسی که از اهلیت حقوقی برخورداره، یعنی کسی که میتونه چیزها رو مالک بشه و ببره بفروشه یا بخره و در واقع حاکم به سرنوشت اشیاء باشه. پس یه آدمی که اهلیت حقوقی داره از یه طرف از نظر فرمال حاکم به سرنوشت خودشه و از طرف دیگه از نظر ماهوی حاکم به سرنوشت اشیایی که در خدمتش قرار داره. اینو بهش میگن امتیاز نه حقوق. یعنی اون قبلی رو میگفتن امتیاز، اونی که رابطه فئودال با دهقان رو تعیین میکرد، رابطه برده رو با بردهدار تعیین میکرد، شاه و با اتباعش تعیین میکرد. خلاصه همه آدما به یه نوعی با آدمای دیگه یه رابطه ای داشتن که برابر نبود با رابطه ای که آدمای مختلف دارن. این یه نوع رابطه ای بود که تابع موازین قانونی و حقوقی بود. اینه که شما تبدیل می شدی به شخص و رابطت با آدم های دیگر تبدیل می شد به چی؟ تبدیل می شد به قرارداد. یعنی هر کاری توی جامعه سرمایه داری اتمیزه در واقع یه قرارداد کاره. یعنی هر آدمی میاد یه قرارداد می بنده هر موقع که میخواد بره یه جا بشینه یه چایی بخوره یا یه پیرنی بگیره بپوشه یا بره یه جای کار بکنه. همه چی یه قرارداد کاره، همه چی اونه که یه آدمی داره سعی میکنه از طریق قرارداد خودشو به شخص تبدیل کنه و این شخص با شخص دیگه ای که اون طرف قضیه قرار داره وارد یه رابطه ای میشه.
حالا در مورد کار این رابطه میشه خرید و فروش نیروی کار، که الان فرصت این که بریم توش نداریم، ولی اون خودش یه بحث خیلی مهمیه، شاید مهمترین بحث توی روابط آدم ها، روابط حقوقی آدم ها با همدیگه تو جامعه سرمایه. ولی الان وقت نداریم بریم، فقط اینو بدونین داشته باشین که خرید و فروش آزادانه نیروی کار که شرط اسارت انسانه تو جامعه سرمایه داری، یه مسئله ایه که خیلی به دقت اینو پیدا کرده و برای ما به ودیعه گذاشته. خرید و فروش آزادانه نیروی کار شرط عدم آزادیه، شرط اسارت انسان. حالا هگل میاد میگه چی؟ میگه اتفاقا خود سرمایه‌داریه که ما رو میرسونه به آزادی. مارکس میگه خب این که نشد که، تو میگی سرمایه‌داری ما رو به آزادی میرسونه، ولی سرمایه‌داری اتفاقا پایه هاش رو این پایه مبتنی هست که آدم ها رو وادار بکنه نیروی کار خودشون رو بفروشه. پس این که میشه اسارت، این که آزادی نمیشه. خب میره تو این بحث، میره که این قضیه رو خوب توضیح بده که چطور ممکنه جامعه ای که مبتنی بر اسارت انسانه، اونم اسارتی که زندانی بودن فرد رو وظیفه خود فرد میدونه، یعنی من خودم زندانبان خودم، من خودم هستم که نیروی کارم رو میفروشم، یعنی توانایی کار کردن و فکر کردن و زندگی کردن و برای مدت معینی میبرم میفروشم به سرمایه و اون میتونه از این توانایی ها استفاده کنه، برخلاف دوران بردهداری که من وجودم رو فروخته بودم و بردهدار میتونست از وجود من استفاده کنه، زمان معینم نداشت. به همین ترتیبم هم بود اینی که تو دوره فئودالی من دهقان همراه زن و بچه و زمین و محصولاتم متعلق به کس دیگه بودیم و اون میتونست با ما هر جوری میخواد رفتار بکنه، اما در یه محدوده، در محدوده سنن و آداب و رسوم و مدرسه کنه. خب پس توی سرمایه داری ما چیز رو داریم، ما حقوق رو داریم، توی ما قبل سرمایه داری امتیاز رو داریم، توی سرمایه داری نابرابری واقعی رو داریم، توی مناسبات ما قبل سرمایه داری، توی مناسبات سرمایه داری ما یه نوعی از نابرابری رو داریم که شرط لازمش برابری حقوقی، یعنی این دوتا با هم، سرمایه داری مجبوره از یه طرف برابری حقوقی رو چیز بکنه، دامن بزنه، از طرف دیگه مجبور نابرابری رو دامن بزن. اینه که شما میبینید که سرمایه داری هرچی پیشرفته تر میشه مردم فقیرتر میشن، یعنی شما الان به تعداد بی خانمون ها و شیوه زندگی که نگاه کنید تو کشورهای پیشرفته سرمایه داری متوجه میشین که وضع خیلی بده. این چجوریه؟ هرچی ثروت بیشتر تولید میشه مردم فقیرترن، بدبخترن، زندگی سختره. اون که معنی نمیده. چرا؟ معنی میده و معنیش همین، همینه که خدمتتون عرض کردم، یعنی معنیش اینه که نابرابری واقعی همراه با برابری فرمال با هم رشد میکنه. هرچی بیشتر همه مثل همن، کمتر همه مثل هم، یعنی هرچی بیشتر من از همون ماشین
استفاده میکنم که صاحبکارم استفاده میکنه، از همون غذا میخورم که اون میخوره، همون لباس میپوشم که اون میپوشه، یعنی از نظر فرمال ما برابریم. همون قرارداد کار رو منم باید امضا کنم، اونم باید امضا کنه، ما برابریم با هم. ولی من زندگیم در معرض خطر نابود شدنه، اون زندگیش در امن و آسایش. البته خیال، چون دوباره تو واقعیت اونم یه گرفتاری گنده ایده. اینه که اون رو هم نباید ما فکر کنیم کاملا در آسایش زندگی میکنه، برای خاطر گردش سرمایه و سیکلاش و اینا، که بازم اون حالا یه بحث طولانیه، حالا هم فرصتش نمیشه، حالا تو این بحثای کاپیتال تراب برامون میگه، و یا خودمون بشینیم یه دفعه خوب کاپیتال رو بررسیم. ولی به هر حال اینم هست. خیلی خوب، حالا ما خانواده رو گفتیم، جامعه مدنی هم گفتیم که درش حقوق هست و حقوقم ضمانت اجرا میخواد، و از ترس ضمانت اجرا، یعنی از ترس مجازات قانونی هست که آدما مجبورن رعایت قانون رو بکنن و در حد اهلیتشون گام بردن، بدونن کجا هست که اینا اهلیت ندارن و باید گوش بدن به دستورات او. خب بعد از این به کجا میرسیم؟ یعنی در جواب این مشکل هگل چی میبینه و کانت چی میبینه؟ در جواب این مشکل مسئله اخلاق پیش میاد. یعنی در جواب این مشکلی که ما میبینیم ایدئالیسم آلمانی به خصوص کانت میپردازن به مسئله اخلاق، به دنیای درون، یعنی اینی که من میتونم اهلیت داشته باشم خودش یه مسئله اخلاقیه، یه تکلیف اخلاقیه، یعنی من به یه آزادی اعتقاد دارم که اون آزادی حکمران اعمال منه در همه عرصه‌هایی که به تصمیم من وابسته هست. یعنی چی؟ یعنی اگر من بگم هر کاری من میکنم خوب و بدش منوط به اینه که چه علتی داشته، من اومدم زدم تو گوش شما برای اینکه اون بابا تای کوچه به من گفت برو بزن تو گوش این بابا وگرنه میکشم، من اومدم پول دزدیدم برای اینکه گرسنه‌ام بود، من از کارم دزدیدم برای اینکه حوصله نداشتم کارم رو انجام بدم. خب این همه این برای اینکه ها در واقع دلیلن، علتن، و وقتی یه چیزی علت داره معلول به صورت اتوماتیک از اون ناشی میشه. پس رابطه علت و معلول مخالف با رابطه آزادی spontaneity، یعنی خودانگیختگی. من وقتی میتونم بگم من آزادانه اومدم و سر این رابطه دوستانه رو با شما باز کردم و از وجود شما لذت بردم، یعنی آزاد بودم، نه اینی که همه این کارا فیلم بود، من اومدم این کارا رو کردم برای اینکه اون بابا اون پشت وایساده بود گفت اگر نتونی اینو قانع کنی که تو رفیقشی، وقتی برگشتی خونه یه کودک مفصلی میخور. خب این نمیشه، این که آزادی نمیشه. آزادی اخلاقی یعنی اینی که من تو دنیای خودم با وجدان خودم خیالم راحته که هر کاری که میکنم کاملا آزادانه است، تابع هیچ نوع نظم و قاعده بیرون از آیینی نیست که خودم برای خودم تعیین کردم. خود آیینی یعنی قانونگذار وجود من خود منم، اینو بهش میگن اخلاق. برای همین کانت به اخلاقیات مذهبی
به اخلاقیات سود پرستانه، به اخلاقیات ماتریالیستی، و هیچ کدوم از اینا اعتقاد ندارن. یعنی سرمایه‌داری معتقد نیست که میشه از نظر اخلاقی ما خودمون رو مجبور بدونیم ولی در این حال هم به اخلاق و به آزادی معتقد باشیم. به نظر کانت اخلاق مبتنی بر اینه که هیچ علتی برای اعمال نتونی بیاری جز اراده آزاده. پس آزادی اخلاقی یعنی آزادی، یعنی آزادی رو برای آزادی خواستن. شما میخواین آزاد باشین که آزاد باشین، نمیخواین آزاد باشین که به فلان هدف برسید. اونو نمیگن آزاد. اونو بهش میگن علیت، یعنی اصل علیت حاکمه بر اعمال شماست نه اصل آزاد. پس اخلاق هم اگرچه صحبت از آزادی میکنه و اطاعت از علل رو مغایر با آزادی میدونه، خودش نمیتونه عرصه ای باشه که ما رو میرسونه به اون. یعنی اخلاق نمیتونه به ما کمک کنه که آزاد بشیم. چیزی که میتونه به ما کمک بکنه نه خانواده است، نه حقوق و نه اخلاق. چیزی که میتونه کمک بکنه عرصه اخلاق اجتماعیه، اثیکس. یعنی اون جایی که یه سری نهادها وجود دارن که این نهادها تسهیل میکنن رابطه آزادانه آدم ها رو و تأیید میکنن موازین اخلاقی و رینفورس میکنن، تقویت میکنن، ضمانت اجرا میذارن برای موازین حقوقی. پس چی شد؟ هم حقوق، هم اخلاق، هم پشتیبانی از همدیگه و نگران حال هم بودن، همه در عرصه اثیکال، در عرصه اخلاق اجتماعی و نهادها و دیسکورس هایی که توی این عرصه وجود دارن میتونن تقویت بشن. چطوری؟ اینطور که شما یه سری نهادها دارین توی واسطه بین جامعه مدنی و دولت که این نهادها حالت میونجیگری رو دارن، میان واسطه مفصل بندی دولت و جامعه مدنی میشه. مثلا ما توی اینجا سندیکاها رو داریم، اتحادیه های صنفی رو داریم، پارلمان رو داریم، قوه مجریه رو داریم، قوه مقننه رو داریم. اینا همه چی هست؟ اینا همه نهادهایی هستن که اتمی دنیای اتمیزه جامعه مدنی رو وصل میکنن به دنیای یک پارچه و دنیای یونیورسال دولت، که اون دو دنیای یونیورسال میاد چه کار میکنه؟ میاد پارتیکولاریته جامعه مدنی رو وصل میکنه به یونیورسالیته شاه. به نظر هگل از یه طرف ما شاه رو داریم که یه فردیه که در خودش یونیورسالیتی، یعنی جهان شمول بودن رو مستتر داره، در بطن خودش جهان شمولیت رو نگه میداره. شاه اینجوری، برای اینکه شاه هیچ مسئولیتی نداره ولی بیانگر خواستای تمام اجتماع. هر کسی در وجود شاه خودشو میبینه،
و شاه در این حال با هیچ کدوم از این عناصری که خودشون رو در اون تحقق یافته میبینن احساس یکی بودن نمیکنه، احساس اینو میکنه که اونها رو هم در بر می، ولی احساس نمیکنه که با اونا یکی یگانه است. از اون طرف هم هر کدوم از این نهادها در وجود شاه اون بخشی از وجودشونو که خواستای یونیورسال داره رو میبینن، یعنی صنف پارچه وفا در شاه این حمایت از صنف پارچه وفا رو میبینن، نه حمایت از اون پارچه باف معین، بلکه حمایت از صنفی که پارچه باف، کشاورزا همینطورن، آهنگرا همینطورن، آشپزا و بقالا و کفش همه اینجوری. از طرف دیگه شما در پارلمان که وظیفش قانون گذاریه، یعنی وظیفش اینه که چیزای یونیورسال رو تعیین کنه و ابلاغ کنه به، شما میبینین این قضیه رو ما در پارلمان داریم، پس شاه پارلمان رو هم در بر میگیره، پارلمان که مظهر اجتماعیت، به همین ترتیب قوه مجریه یعنی وزرا و اینا که وزیر به معنایی که ما میدونیم نیستن، یعنی اونا تابع شاه هست، مشاور شاه، ولی به هر حال اونا هم جنبه یونیورسالی رو در خودشون دار و همه نهادهایی دیگه. از همش بدتر و خنده‌دارتر به نظر من خنده مسئله بوروکراسیه که اونطور که دفعه قبلم گفتیم به نظر هگل بوروکراسی مظهر یونیورسالیته است، اون طبقه یونیورسالی که بعداً مارکس متوجه میشه و میگه پرولتاریاست، توی اینجا به نظر هگل اون طبقه یونیورسال بوروکراسیه، کارمندای اداره. چرا؟ برای اینکه هگل فکر میکنه که کارمندای اداره شغلشون چیه؟ شغلشون اینه که به امور عمومی بپردازن، بنابراین یک کارمند اداره کارش اینه که یعنی مشغلش، دغدغه فکریش، امر خصوصی که بهش میپردازه چیه؟ پرداختن به امر عمومی، یعنی همه کارمندهای دولت کارشون اینه که وظیفهشون اینه که امور عمومی رو حل و فصل کنه، پس کار خصوصی اینا کار عمومی. از اینجا هگل میخواد این نتیجه رو بگیره که چون کار اینا وظیفه اینا امر عمومیه، بنابراین اینا یونیورسال هست. خب این حرف خیلی عجیب و محیر و لغولیه، یعنی شما بگید که وقتی ما به اوج از خود بیگانگی میرسیم و دیگه حتی امور عمومی و اجتماعی آدم ها تبدیل میشه به یه چیزی که میتونه بر مبنای خرید و فروش صورت بگیره، حتی توی همچین مرحله ای که اوج از خود بیگانگیه، ما با یونیورسالیتی سر و کار داریم. البته مارکس همین بحث و همین مسخره کردن بحث هگل رو در مورد شاه هم به کار میبره، که میگه شاه هم، چون هگل معتقده شاه هم خیلی یونیورساله و ایندیویجوالیتیش، فردیتش یه نوع فردیت یونیورساله، پارتیکولر نیست. چرا؟ برای اینکه شاه هیچ دخالتی در شاه شدن خودش نداره، شاه
اینجوری شاه میشه که که نتیجه یه عمل جنسی بین پدر و مادرش، این هیچ دخالتی در این قضیه نداشت. و در نتیجه وقتی شاه میشه، چون هیچ دخالتی نداشته، کاملا یونیورسال. بعد مارکس میگه بس هر حسبی در واقع مثل شاهه، تو اونم دخالتی نداشت. شاه در واقع یه نوعی از عمل جنسی حسبه که هیچ دخالتی آدم درش نداره. و یا جای دیگه مارکس بازم این مسئله رو مسخره میکنه و اون سر مجلس اعیانه، سر مسئله طبقه زمیندار. چون هگل فکر میکرد که طبقه زمیندار هم طبقه یه که یونیورسال هست. چرا؟ چون اونا هم برخلاف طبقات دیگه مجبور نیستن برای گذران زندگیشون معامله کنن، خرید و فروش کنن، وارد قرارداد بشن، هیچی. پسر بزرگ خانواده، پسر ارشد، به ارث میبره زمین، در نتیجه زمیندار میشه و هیچ تلاشی برای این کار نکرد، فقط این بچه بزرگ بود. یعنی اینجا هم باز دوباره همون قضیه رو ما میبینیم که بازم مسئله یونیورسالیتی تبدیل میشه به یه امر در واقع تصادفی. پس خواه در مورد طبقه زمیندار و مجلس اون، خواه در مورد شاه و دربار و سلطنت و اتوریته ای که داره، و خواه در مورد اینی که الان گفتیم، در هر سه مورد ما میبینیم که چطور توی دوران مدرن در واقع امور تصادفی و پارتیکولر ادعای یونیورسالیتی میکنه و ادعای ضرورت میکنه، در حالی که نه ضرورت ضروری هستن و نه یونیورسال، کاملا پارتیکولر هست. اینه که به نظر مارکس بحث هگل از اینه که این نهادها رو، نهادهای میونجی دولت و جامعه مدنی میبینه یا قلمداد میکنه، بحث کاملا غلطیه. به نظر مارکس هیچ کدوم از این نهادها نهادهایی نیستن که میان اتمیزم جامعه مدنی رو ملغا میکنه و یونیورسالیته دولت رو برپا میدارن. اصلا همچی چیزی نیست. به نظر مارکس اینا مقوم هر دیگه هم دیگه است. یعنی دولت و جامعه مدنی همدیگه رو نگه میدار. چطوری؟ اینطوری که حقوق و موازین یونیورسال و قرارداد و شخص حقوقی و این قبیل مسائل در واقع دوغابی هست که جامعه اتمیزه سرمایه‌داری رو به هم میچسبونه، سرپا نگه میداره. پس نه فقط اون رو از بین نمیبره، نه فقط باعث نمیشه که جامعه اتمیزه سرمایه‌داری ارتقا پیدا بکنه به مرحله یونیورسال، بلکه اینا در واقع جامعه اتمیزه سرمایه‌داری رو سرپا نگرش میدارن و یه کاری میکنن که این همینجور اتمیزه بمون. و ما اگر میخوایم از سرمایه‌داری رها بشیم، نه از طریق اتحادیه‌ها و احزاب و سازمان‌های صنفی و پارلمان و سلطنت و اینا میتونیم به این مهم دست بیابیم، نه اینی که ما میتونیم به اینجا برسیم از طریق
دولت و حکومت قانون و اینا، و نه از طریق خرید فروش آزادانه تر و سلف رگولیشن بازار و این قبیل مسائل. هیچ کدوم از اینا ممکن نیست. بله. ببخشید یه ساعت شد فکر میکنم زیاد حرف زدم. حالا اون قضیه تاریخ و مسئله دیالکتیک رو هم یا تو سوال جواب میگیم یا یه موقع دیگه. خیلی ممنون از صبر و حوصلتون، امیدوارم خستتون نکنم.